سلام وطن دارایم، شامتان بخیر. بازم شام آرزو آغاز شد. نگفته چطور در این موقعیت قرار دارم؟ بله، ما اومدم که یک گیلاس چای بگیرم و بعد برم به طرف برنامه. ما همکارایم میگه که مهمان برنامه اومده، ناگزیر هستیم که بریم به طرف ست برنامه. ما را همراهی کنین دوستا، بیاین که بریم. بله عزیزم، السلام علیکم. سلام علیکم جناب رنگ سیف، خیلی خوشاوند. شکر از اینکه وقت کردین اومدین به برنامه. سلامت. سپاسگزار. بله عزیزای ما، جناب آقای آصف ننگ، معین پیشین وزارت معارف، همچنان والی ولایت فرا در نظام پیشین، مهمان ما هستن و از تازه از خارج دوباره به افغانستان برگشتن. ننگ سیف، تشکر از اینکه آمدید بعد از ده ماه در کنار مردم هستید. بله، سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم به شما و تمامی شنونده ها و بیننده های عزیزتان. بخیر باشین، زنده باشین. در آغاز میخوایم بدانم مثل هزاران شهروندی که از افغانستان خارج شدن با مو جنجال هایی که ما در صفات اجتماعی بخصوص تصاویر شدیدیم، رفتید از افغانستان یا نه راحت تر و آرام تر افغانستان ترک کردید؟ نه، دمو بیروبار نبودیم. اصلا ما دو ماه بعد از امارت اسلامی که ایجا آمد کابل و جمهوریت سقوط کرد، ما بودم همیجا و البته فامیل خواه همیجا بود. باز ده ماه گذشته دیگه بیرون از کشور بودم، در ترکیه بودم. خود ترکیه رفتید؟ بله. اصلا چرا رفتید از افغانستان؟ مهم است همی که باز هم جوابی هم پس آمدن هم است دیگه. در حقیقت دلهورگی داشتیم از لحاظ از اینکه در مناسب حساس ما کار کردیم، به شمول ولایت هایی که ما کار کردیم، در فرا و در لغمان شما اشاره کردیم، به حیث معین کار کردیم، به حیث وزیر معارف کار کردیم، به حیث معین سیاسی و مسلکی وزارت قبایل در آخر وظیفه داشتم و پیش از هم یعنی چندین اداره دولت به شمول اداره ریاست جمهوری، اداره امور که سخنگویی کردیم. و البته یا یک دلهورگی به شما میده که خامخا یک جریان نو میاد، جریانی که مخالف، جریانی که ما یعنی برعکسش بودیم دیگه. طبعا یک دوره اول ما احساس میکردم که یک مقدار به بندوباری و خودسری ها بود، از او خاطر برای مسئولیت خودم ایر لازم دانستم که برم از وطن. در دو ماهی که شما در کابل بودین، از زمان حاکم شدن امارت اسلامی افغانستان به افغانستان، چیگونه مگذشت؟ شما رفت آمد داشته در شهر و بازار، کوچه و سرک یا نه خود را به نحو کوتاه قلفی کرده بودین؟ نه، تقریبا میگشتیم، زیاد نه، چون وظایف رسمی نبود و شهرم برای ما بی رونق بود دیگه. از ما برآمده بود. نه و قضیات چیز نداشتیم. در روزای اول خو یک ماه، یک 20 روز خو زیاد کوتاه قلفی بودیم، هم گفته شما، تعبیر شما. ولی بعد از او باز می رفتم بازار، می گشتیم، منتها زیاد خوش نبودیم. بله. آخرین وظیفه را که شما انجام دادید پس از اینکه همون روزایی که حکومت سقوط کرد کجا بودیم؟ وزارت قبایل و سرحدات، وزارت معین مسلکی، معین سیاسی، همی یک بست در موجه یک شش ماه کار کردم. بسیار خوب. بعد شما رفتید ترکیه. جناب ننگ صاحب، حرفایی را من از جرگه علما شنیدم، نمیفهم شما شنیدید؟ راستی تعقیب میکردید جرگه علما را چند روز قبل که برگزار شد؟ شنیدید که معاون جرگه علما چی گفتن به کسانی که مقامات که دوباره به افغانستان برگشتن؟ بله بله، گپای ناخوشایند بود و این گپای را به هر سطحی که باشه. دقیقا گفتن که مقاماتی که دوباره به افغانستان میان، دوباره برگشتن، اونا به حیثیت هستن و به عزت هستن و نباید بر بگردن، بر میگشتن. خب اگه تو تعبیرش باشه که پس بر نگرده، مای تو برداشت من نیست. گفتن که این کسایی که در دولت سابق کار کرده برشان حیثیت نیست. البته من احساس میکنم هدف از حیثیتم و حیثیت رسمی است، یعنی وظیفه رسمی. بعضا تعبیرها که مولای صاحبای رایه میکنه، اما
معنای شعر فی بطن شاعر که میگن ما تو احساس میکنم که یعنی یک امو هدا و حیثیت رسمی که ما میخواییم او برای ازیا نیست. ها یک این گپ خوب نیست. و در نهایت این که میگن بی‌عزت هستند دیر چی تعبیر میکنید شما؟ خب گپ ناقص است، یعنی عزت مالکش خداوند است. بنده چی است که عزت میده؟ ما وطنم است، در وطن ما زندگی میکنم، وطن از پیش ما کس گرفته نمیتانه. دیروزان بودیم خدمت خلق الله را میکردیم، ماموریت کردیم، ماموریت شایسته کردیم. کم از کم اما مسئله افتخار خو یاد نکنیم، اما جای شکران و سپاس است که کم از کم برای خلق الله یک زمینه خدمت مهیا بود. ما مثلا 12 تا 13 میلیون انسانی که به معارف میرفتن، به مکتب میرفتن، این تصویری بود که 7 سال من در این سیستم کار کردم. ما 7500 مکتبی که سنگ تهدابش گذاشتیم و دوباره به اصطلاح دروازه ش باز کردیم، بهره برداری کردیم، این که بسیار گپ کلان است. یعنی برای 6-6.5 میلیون انسان تو خانه جور میکنی، صنف جور میکنی، این نصیبی کی میشه؟ شما ببینین خدماتی که در یک دوره ما انجام دادیم، این خود زیاد است. ما تو حساب زیاد اگر حساب کنیم حال خریدار نداره سودای ما، ولی ما خوش هستم، از خداوند راضی هستم و زندگی با عزت کردیم و حالم باور دارم که مالک عزت و ذلت خداوند است. بنده نه عزت افزایی کده میتانه، نه ذلت داده میتانه، مگر اینکه در قضا و قدرت به اندازه که خدا نوشته کده همو قدر میاد. دیدگاه شخصی شما چی است؟ زمانی که یک کمیسیون برگزار میشه، کمیسیون تهیه و ترتیب میشه تا مقامات پیشین را دوباره بخواهند به افغانستان و از آن طرف معاون جرگه علما میآید و این حرفا را رد و بدل میکنند، احساس نمیکنید که دلسردی را به میان خواهد آورد در میان کسانی که حداقل علاقمند هستند دوباره به افغانستان بیاید؟ بله، تلاش ها را زد و نقیص میسازد. در بحث استیت یا دولت و در بحث دامیننسی دو بحث جداگانه است، بحث دولت و بحث دامیننسی یا سلطه یا غلبه. غلبه همیشه گروهی که غالب میشه و غلبه حاصل میکنه توأم با غرور و اعزاز احساس میکنه، دستیج بالا و بلند به اصطلاح میباشن. از او خاطر است که سودای روز گاهی به نرخ بسیار بسیط میبینن، مسائل روزمرگی را. من فکر میکنم این هم یک قربانی است برای کسایی که به کشور میاد، با وجود از این که از این تعبیرها را میشنون اما بازم به افغانستان متحد هستن. ها کمیسیون کارش پرجنجال میسازه، مشق و پرکتیسش اضافه میسازه و پارادوکس ایجاد میشه، دوگانگی، پیام از جانب کمیسیون، پیام از جانب یک فرد. من فکر میکنم این مجلس علما مجلس رسمی نبود، از او خاطر پیش ما این پیام ها پیام های پالیسی دولت یا امارت نیست، پالیسی یک فرد بود. در جمهوریت هم بسیاری آدم ها بسیار گپای کلان میزد، بسیار گپای تند میزد، گپای ناشتی میزد. اما بود مسائل. علیکم، بسیار زیاد خوش آمدین رامکیسر محترم. شما بسیار زیاد خوش آمدین به طرف فامیلی رستوران. زنده باشین. رامکیسر یک چای متفاوت تر از همیشه مخصوص رستوران. لطف کردید، خانه آباد. در ادامه ننگ صاحب یک چایم، چای معسل نانادار دیگه، یک چای مخصوص ترکیش رستوران. در ترکیه شاید چای را زیاد امتحان کرده باشین. ولی چای رستوران ترکیه ایجا سابقا ما تجربه کردیم، چایش از ترکیه کدام مالی است. خب عالی است، به خاطر چای تن دیگه ضرورت است را مخصوص نوش جانتان. خوش آمدید، زنده باشید. تشکر. هدفتون از آمدن به افغانستان چیست؟ صادقانه بیاین فقط بر ما بگین، ای که مردم شاید خبر نشه چی گفتید و در کنارش خواستن با فامیل باشین یا نه، کدام هدف مشخص هم به خاطر آمدن داری؟ خب ما متوسطه میگم براتان که کس نشنوه. ما به نظر ما اگر پیام غیر سیاسی بگویم، ما پیشروی ما یک چند انتخاب داشتیم. مثلا این انتخاب که جبهه مقاومت است، اوجا باشیم، مبارزات مسلحانه کنیم، یک جبهه سیاسی
پراگنده متشتت در هر جای کم کم سر بالا میکنه. با اینها باشیم که انوز آجندا و آرمانها و ویژن و دیدگاه و دورنما مشخص ده اونیست. یا مثلا در خارج که جای بودیم ممکن با مرور زمان یک وظیفه، یک کار، یک ماموریت، یک غریبی پیدا میشد. باز دو دوام میکدیم یا بیکار یا یک ترتیب زندگی که براشن میشد از جانب کشورهایی که با ما مدد میکرد. در ترکیه اگرچه مدد نبود به اصطلاح از کمر خود میخوردیم. این هم یک انتخاب بود. باز آیسته آیسته پیر میشدیم. 3 سال بعد نه نقش آفرینی میتونستیم و نه هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی و هم در سیاسی و دولتی. و یک انتخاب چهارم بود که با وطن بیایم، پالوی مردم خود کم از کم باشیم و دمو به اصطلاح دمی جا که دیگه 40 میلیون انسان ها زندگی میکنه، غربت است، بیچارگی است، جگرخونی است، ضعف اقتصادی است، پالوی ازیا باشیم. ما خوال نقش آفریده نمیتونیم و نه ماموریت رسمی و نه ادعای ازیره میتونیم که به مردم خود خدمت میکنیم. به اینکه از کدام آدرس خدمت کنیم؟ تا جایی که به نقش و ماموریت رسمی ارتباط داره او را ما آله اگر من حیث ارزوم مطرح کنیم جای نداره و اگر بخواه امام جای نداره. بزرگای اعلان کردن که برای ازی مردم جای نیست، برای ما کفایت میکنه. ادخل باشین در کنار مردم باشین. این انتخاب چهارم به نظر ما مدش ثواب دیدم. با انتخابای دیگر کار ندارم، کم از کم اینی انتخاب. ها مسئله از این که اینجا کاروبار و زندگی دیگه مسائل چقدر، ما زندگی خوب دارم، امکانات ما بد نیست و دوام میتیم. اگر کاروبار کلان پیدا شود، تجارت کلان، ولی ما تجارت بسیار کلان هم اگر پیشوی ما بیاید او را به حیث یک نعمت گفته کار میکنم. بسیار عالی، انشاءالله که به هدفتان برسید. و حال غریب هستیم که کسی سبا اختطاف ما نکنه، قرضدار هم هستیم. این مسئله اختطاف، اختطاف شدن یکم اوج هم گرفته، اما ننگ صاحب تا فعلا چیز ندارد، میخواه که قرض بگیرد و کار شروع کنن اگر شروع کنن. ما زیاد از هموطنهایم خبر دارم، همراه اکثریت از دوستایم به تماس هستم، اراکین بلندپایی حکومت پیشین. میدانید باور کنید یکی از مقامات پیشین گفتن که ما جای بر خاطر بود باش نداشتم، در موتر شخصی یکی از دوستایم چند شب را گذشتاندم در کشورهای اروپایی. واقعا جای به زندگی کردن نیست دیگه. بالاخره به ما و شما همیشه از ما هم دوستا میخواه بدانه و بپرسه که چرا نرفتی. میمو برادر، یک ماش خوب را در افغانستان میگیریم، در کنار فامیل ما هستیم، در کنارش هم وطنهای ما را داریم، کجا بریم چی کنیم؟ از کارهای شاقه واقعا از دست ما نمیایه. اگر بیایم شاید هم بخور نمیر باشه، نمیتونیم که یک پسنداز داشته باشیم. امیدوار هستم میره جوانا در گوش خود داشته باشند که بزرگای ما زمان که میایم و شما باید باشیم در افغانستان. کم از دوران جمهوریت قصه کنیم، بیشتر از مکاتب و بهره برداری و افتتاح صحبت کردین. بله. باز کردن دروازه های مکتب. بله. اما از یک چیز دیگه صحبت نکردین که مکاتب خیالی را شما و اطرافیانتان، کسان که در کنارتان بود، رویش کار کردید و کتاب‌های خیالی، معلم‌های خیالی و این گونه موضوعات و مسائل را ما زیاد میشنیدیم در زمان جمهوریت. شما هم دست داشتید؟ کی میگه دغمه ترشه؟ شاید بگه نه. مکاتب خیالی، معلم خیالی، شاگرد خیالی، مامور خیالی، از این قبیل مسائل بوده. مسائل فساد هم زیاد مسائل بالا شده. ما به حیث معین معارف، رئیس اطلاعات معارف، رئیس روابط، به حیث وزیر معارف سه ما در کل ماموریت ها ما بودم. آیا وجود داشته یا نداشته؟ من میگم که ای تو یک برات کلی را که من اعلان کنم شاید زیاد جذاب نباشه، اما با یک منطق میخوایم براتان تشریح کنم. این پیام صمیمانه است، اگرچه پیام طویل است. من میخوایم اگر ای زیاد صحبت کنم ساعت ها را میگیره. مکتب که به نام مکتب خیالی یاد شد، این مکاتبی بود که بسته شده. ما 400 تا 700 مکتب داشتیم در ساحات ناامن جنگی که بسته شد، اما مکتب نداشتیم.
مکتب بسته شده بود 700 مکتب یا 800 مکتب شاگرد وجود نداشت اما ماش وجود داشت ماش وجود داشت ایره میگن که فساد به نظر ما یک بخش ماموریت است ما ماش معلم قطع نمیتنیم مکتب به سبب جنگ بسته شده یا به سبب نامنی بسته شده یا رسیدگی نمیشه اما ما چرا ماش معلم قطع کنیم؟ چرا ماش مامور قطع کنیم؟ سوال قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون امو به اصطلاح کارمندان دولت و غیره و غیره ما 4-5 قانون داریم قانون ماش و رتب و غیره و غیره ماش کارمند شما قطع کردن نمیتونین به دلیل یک عاملی که بودش نقش نداره شما معلم هستین میگن او برادر ما خو معلم شدیم وظیفه رسمی گرفتیم مسئولیت قانونی دارم شما خو مکتب باز کنین که ما برم ما نمیتونستیم مکتب باز کرده معرف خو قوی جنگی نیست بله از او خاطر ایره مکتب خیالی یاد کردن بدنامش ساختن ولی قابل توجیه است این مسئله قانونی است شاگرد خیالی وجود نداشت معلم خیالی وجود نداشت اینمی تو تشریع است یعنی اینمی بله. مکتبی که حال شاگرد آمده نمیتونه گاهی میدیدیم در یک منطقه بزرگای قومی را ما روان میکردیم باز مکتب خلاص میشد شاگرد میامد شاگرد زیاد میشد یک وقت ما که مثلا پروژکشن میکردیم میدیدیم که تعداد شاگرد 7 میلیون 8 میلیون 9 میلیون و یا بیشتر یک بخش دیگه شام تکنیکی برتان بسیار کوتاه تشریح میکنم ما شمولیت خالص و فراغت خالص یعنی شامل میشه بچه به مکتب و فارغ میشه از مکتب چند ساله میگیره؟ 12 سال ارزیابی در 12 سال صورت نمیگیره در 18 سال صورت میگیره ما برای ارزیابی مجدد شمارش شاگردای ما وقت داشتیم شما مثلا دراپ ریت را باید ببینید در تای 12 سال چقدر بچه ها ناکام شده از یک سنف به سنف پایین مانده از او خاطر وقتی که شما ما خو شمولیت خالص اعتبار میتیم و چیزی که در پایپلاین ما هست در سیستم ما موجود است شاگرد این را حساب میکنیم این که حالا شاگرد ترک مکتب کده کوچ کشی کده یا به مکتب نمیره یا به سنف ناکام شده به سنف بالا نرفته ما تسلسل در 12 سال حساب نمیکنیم ما خو دوره 18 سال به ما نرسید این باید در او وقت حساب میکنیم که چقدر است از او خاطر است یک وزیر بالا شد گپاش غلط بود که گفت که در معارف 9.5 میلیون شاگرد است 12 میلیون یا 11 میلیون نیست او نمیفهمیده پروژکشن است سیستم را نمیفهمه ما با این چیزا اگر چکت شان استدلال کردیم در وقت رسانه ها من میزای اختصاصی داشتم گفتیم که این پیام ها غلط است ولی در افغانستان پیام بد پیام شکننده را زیاد بود شما میفهمین افغانستان یک عصر رسوایی را تیر کرده بنی صدر صدر اعظم ایران بود قصه های زیاد داره کتاب داره به نام عصر رسوایی یک ملت چرا رسوا میشه به نام فساد به نام بی‌کفایتی به نام شما 10 نام خوشنام در افغانستان برای ما بگیرین قصه جمهوریت را گفتین قصه جمهوریت طویل است قصه معارف شما شروع کردین در کل 20 سال جمهوریت 15 دانه نام خوشنام شما نوشته کنین چرا ایتو میشه که وجود نداره داشتیم فسادی که خارجی ها کرد و این فساد سیستم بوده یک سیستم بوده یعنی هم اگر براتان تشریح کنم بسیار جواب مقنع و خوب شما پیدا کرده میتونیم اما هر وقتی که شما باز لازم دانستین از او خاطر بدنامی و بدنامسازی برای یک ملت عزیز بسیار صورت گرفت رسانه های غربی هر کس بد است خب شما که هر کس بد بگوین خود دولت خود آدم نماند شما مثلا در یک فامیل نام بزرگا را یاد میکنین که یا بد است یا بیکار است پدرای خانه خوب نیست مادر خانه خوب نیست فامیل میمانه شیرازی فامیلی میمانه نه خیر دقیقاً در دولت هم تو بحثا هست بسیار خوب ننگ صاحب همکارا بسیار زیاد اشاره کردن که وقفه باید بگیریم پس از وقفه میایم حتما صحبت های دیگه هم خواد داشتیم که یک کم بیشتر بالای مکاتب خیالی و شاگردای خیالی و معلمین خیالی بپردازیم وقفه پس از وقفه دوباره برمیگردیم بازم خوش آمدین ادامه شام آرزوست و جناب ننگ صاحب در کنار ماست بیاین دیگه بگذاریم هر چیزی که بود
گذشت، گذشته را صلوات آینده را ایتیاد و امیدوار هستم که پاسخگو باشه مسئولین. اما از بعض موارد دیگه ناگزیر هستیم، حال دیگه پشت آب رفته بل گرفتن کار درست و کار صحیح نیست. شما مدت والی فرا بودید، بله، اگر از مسائل تحولات سیاسی با خبر بودید، اگر شما میدانستید که یک روز وضعیت تغییر میکنه، چرا فرزندان ما را خواستید که شهید شود؟ حداقل شما که فرد اول در یک ولایت ناامن بودید، استاد میشدید که خب بالاخره فردای تغییر میکنه، نباید از این طرف و از اون طرف از هر دو طرف تلف شوند و شهید شوند و کشته شوند. بالاخره یک راهکار مناسب باید، یک طرح مناسب باید پیشنهاد میکردید. ما بخشی از دولت بودیم، یعنی یک والی همکاری نظام نیست. در یک ولایت میتونه که رئیس جمهور ولایت باشه دیگه. بله، اما حدود صلاحیت های والی مشخص است. مثلا شما امربری ها را که کار سرقومندان علی دولت است، یعنی رئیس جمهور، و کاری که وزیر دفاع میکنه، تنظیم و انسجام قوا، جنگ، محاربه، متارکه، این مسائل است که به سطح دولت تصمیم گرفته میشه. ما کارمند بودیم، مامور بودیم و تابع یک دولت بودیم، تابع قانون بودیم، تابع اوامر بودیم، تابع رئیس جمهور بودیم. یک بس از لحاظ منطق و قانون. بحث دیگه دفاع از وطن یک وجیبه است. شما امی ماده 3 و 4 یعنی مجلس علما را دیدین، گفتن جایی که نظام باشه کسایی که علی از او می جنگه عنوان باغی را برش داد، عنوان متمرر را برش داد. یعنی هر کسی که استیت دولت و دامننسی را، غلبه را، سلطه را، حاکمیت را به چالش می کشانه، حکمش حکم بغات است. ایرا شما در جرگه شنیدید. من ایرا منطق به جمهوریت یا وفقش میتم یا نمیتم، ولی این منطق وجود داره. فرزندای ما به خاطر دفاع از وطن مبارزه میکردن و این مبارزه به عنوان دفاع مشروع جای خود داشت. ما ماموریت میکردیم، یعنی ما جز سازندگی، کانستراکتیو، عمرانی، ساختمانی، بازسازی، آبادی دیگه کار نکردیم. پل جور کردیم، سرک جور کردیم، پانتون جور کردیم، مکتب جور کردیم، کلش آبادی آبادی، کارهای خوب. من تو حساب کردن نمیتونم. شما جز از کسایی نبودید که حداقل شما هدایت بتین یا امر کنید که باید در اینی خط برید و بجنگید. در کنار از این که درست وزارتهای مثل داخله و دفاع وجود داشت و امنیت ملی، و شما هم مسئول نبودید؟ مسئول بودم. از اون خاطر است که ولایت نگاه میکردیم، باعث یک ماموریتی که یک والی، یک مسئولی که باید ماموریت خود انجام بده، ما ماموریت خود انجام دادیم. یک کار اگر شوه جناب ننگ صاحب، بله، همین تمام مسئولین حداقل هر کس بیایه به نوبه خود یک معذرت بخواه از خانواده شهدای هر دو طرف که بالاخره در جنگ عزیزان خود را از دست دادن، و امروز بگن که ما جور آمدیم، ما در کنار هم دیگه هستیم و از شما ما معذرت میخواییم. جنگ پدیده بد است، یعنی جنگ در هیچ جای شما ماموریت مشروع ساخته نمیتونه، بسیار سخت است. یگانه ماموریت مشروع دفاع مشروع است در جنگ که حق است، و جهاد ماموریت جنگی مشروع است که وجیب است. و اما چیزی که در قرآن کریم برش جهاد گفته شده، این جنگ مقدس نیست، جهاد مقدس است، مبارزه مقدس است. مبارزه فرهنگی، قلمی، سیاسی، اقتصادی، تجارتی بخشای زیاد داره. ما به نظر ما کسایی که نقش آفرین بودن در رده های اول، اگر اشتباهات صورت گرفته باشه باید معذرت خواهی کنن. ما در نقشایی که ماموریت کردیم و تا لحظه آخره که ماموریت داشتم، تا امروز هم من نمیفهم، یعنی فردام اگر کسی به من نشان بده که تو یک نقش متفاوت تری را ایفا میتونستی که او بهتر برای مملکت تمام میشد،
او را حتما ما انجام میدادیم. ما در وظیفه خودم که یک وظیفه بسیط بود، یعنی یک ماموریت معینیت بود، یعنی یک چیز متفاوت تره که ما اگر انجام میدادم و اینمی مثلا این تغییر و تحولی که امروز است این رخ نمیداد، حتما انجام میدادیم. اما به هر حال ما در مقابل مردم افغانستان کمبوتات داریم، نواقص داریم، در ماموریت های ما مشکلات بوده، خلاهایی بوده، کمبوتاتی بوده، در برخورد های ما حتما کسی آزرده شده. از کسایی که از ما آزرده هستند از ما صمیمانه معذرت میخوایم، از مردم افغانستان که با مشکلات هر روز به اصطلاح مواجه میشن و ما بخش از ماموریت های به اصطلاح رده های بالا بودیم و چیزی نتونستیم. واقعا قابل عزیز است که ما از مردم خود معذرت بخوایم. بخیر باشه. ولی ماموریت ما ماموریت نیک بود، ماموریت برحق بود، در وطن به مردم خدمت کردن یک کار مشروع، یک کار جایز، یک کار بسیار خوب بوده. ما بجای از این گفتم تن پیشتر که فخر فروشی کنیم، ما جای شکران و سپاس خداوند میکنیم که کم از کم به صدها نه، به هزارها نه، به میلیون ها انسان ها خیر ما رسیده. بسیار خوب. بیاین از آب و هوای ترکیه قصه کنیم. ما میخوایم یک چند لحظه برم به اون طرف. بسیار خسته شدیم. ما هم در ده ماهی که در پس از سقوط در کابل هستم یک بار دوست دارم که یکی از کشورهای نزدیک حداقل برم، مگر جیبم اجازه نمیده، میگه که شما نمیتونید که حداقل تا غزنی و قندار المند برید. چطور بود آب هوا؟ چطور بود زندگی ده ماه و چی میکردید؟ کاملا بیکار بودید یا کدام مسئولیت خاص هم داشت؟ من تحقیق میکنم، من خود یک بنیاد تحقیقاتی دارم، رشته من پلان گذاری و اقتصاد است. زیاد به ماموریت هایی که من در نقش یک تحقیق و محقق و پژوهشگر و یک بخش کار علمی را که من انجام دادیم، از او کده ماموریت های دولتی که من انجام دادیم این بالا بوده. تالیفات داشتم، کتاب دارم و عالم سر کتاب کار میکنم، انشالله کتاب خوب است برای دولت و حکومتداری محلی، حکومت در افغانستان یک بحث بسیار خوب است. یعنی از این سر از این مصروف بودیم، کارهای تحقیقاتی، یک غریبی تحقیقاتی میکردیم، یک پنج روپه پیدا میشد، یک چیزی بسیط. بسیار خوب سر از این. ترکیه جای خوب است، بسیار زیباست، آبش، هوایش، کل لب بیوتی و بحر و ایگپار رفته دیدید؟ بسیار بسیار خوب. چقدر خوب؟ هر جای رفتیم. او بازی یاد دارم، او بازی کردیم، لب بحر رفتیم، با مردم بودم، پارک رفتیم. آدم زنده استم دیگه، مرده خود نبودیم، در قفس نبودیم. کار عالی کردین، کار عالی کردین. تازه آمدید به ولی درد وطن به ما خوشی نداده. یعنی که شما وطن بیگانه را میبینین و مال از اون مردم است. یه همه چیز بحر زیباست تک، اما برای ما لذت نداده. گفتم میخواستم بفهمم یک پاسپورت دارید دو پاسپورت؟ نه یک پاسپورت دارم. یک پاسپورت دارم؟ بله بله. از دیر زمان یک پاسپورت دارم؟ نه مکمل، هیچ تابعیت هیچ کشور ندارم. خب جز ویزه ترکیه، از هیچ کشور ویزام ندارم، نه فامیل ما داره، فامیل ما هم دمیجاست. یعنی من تنها رفته بودم. بسیار عالی. چند سال شخصی دارم جناب ننگ صاحب. چند سال دارید؟ از کدام ولایت افغانستان هستید؟ از پکتیکا هستم. ما از حوزه کتواز به قوم سلیمان خیل هستیم، کوچی هستیم. عمر ما از 50 سال بیشتر شده، فکر میکنم 50-51 دمی عمر ما است. بسیار عالی. و کابل زاده هستم، از چارده کابل به اصطلاح از این منطقه هستم. از منطقه چارده کابل. از خوبی ها و ویژگی های ترکیه یاد کردید، از ای که چقدر برتان ناخوشایند بود یا کدام خاطره تلخ در ذهنتان از دوره ده ماه گذشته اگر مانده باشه با ما شریک کنید، از جایی که حداقل آل دوست دارن برن و بشتان از شما. ما برتان گفتم ترکیه خوب بسیار زیباست، یعنی به حد زیباست که همه چیز تکمیل داره، هر بخشش برتان قصنه خو زیباست که زیبا گفتم تمام. اما برای ما هر روز خاطرات تلخ بود، هر روزی که از وطن دور هستیم، هر روزی که به مردم خود چیزی کده نمیتونیم، این کلش خاطرات تلخ است. نه چیزی که بیشتر ذهنتان آزار میده و صبح که از خواب بیدار میشید تا شام که دوباره میرفتید به بستر خواب چیست جناب ننگسر؟ زیاد است. مثلا یک شگر بر ما مثلا درس و عبرت که ما ملت ما نداره، سیاسیون ما نداره، ما نداریم. قیامت ها در اینجا گذشت،
اما ما ناموختیم نه درس نه عبرت که تو خامیای تا مثلا که درس اگه عبرت می بود پنج قدم خامی که تو برداشتی و یا تا یک جایی را که بنیاد تکمیل ساختی باید این تکمیل تر شوه ما به عروج بریم به تعالی بریم به ترقی بریم پس به عقب نریم از او خاطر ای آزاردهنده است غربت که امروز انسان ما بایش مواجه است این درد است که ما در خانه ای که اگر هم راحت باشم و از نعمت های زندگی برخوردار باشم چطور ممکن است که شما در یک لجنزار و خارزار و در یک صحرای هستین که در اوج همه تکلیف ها هست و شما در یک پالنگ و در یک بستر بسیار شیک اوج خواب باشید آیا ممکن است شما لذت ببرید؟ از او خاطر است که در انسان افغانستان همگی از روز که صبح که بیدار میشه اما خوبی های هم هست امی که امروز امو که پیشتر شما گفتین که هر روز انسان کشته میشد امروز در افغانستان انسان نمیمره این خبر خوب است بسیار. امروز پاچاگشتی نیستک امروز جزیره های قدرت نیستک امروز قصه فساد کم است ممکن باشه اما کم شده امروز کوچه ها را یک زورور بند نساخته و امروز بلین مخالف شاید کدام زورور نره و اگه میره تقلید بد ما را نکنه از مردم یقینا ما از زور زورور گفتید در یکی از برنامه یاد کردم گفتم کجاست تو زورورهایی که سرکار ساعتها بند میکرد و مریضا در موتر جان خود را به حق میسپردند و در کنارش شیلیکای هوایی و سرصداها و وضعیت و لحظات و دقایق کجاست تو افراد و اشخاص چند نفر انتقاد کردند که چرا ما را گفتی که دیر و زور میگفتیم میدانم ازدواج کردین اما ای که چند فرزند دارید و مصروف چی از فرزندانتان؟ بچه در مکتب است شش اولاد دارم سه دختر است و سه بچه بچه ما معروسی کرده یک دختر ما معروسی شده پانتون دیگه تقریبا بچه ما خلاص کرده در هند محصل بود و دختر ما هم در پانتون بود که ترکت باز معروسی کرد و دیگه در مکتب است دخترایتان دو دختر که در حال حاضر همراه شماست مکتب میخونه یکیش خورترک است در می وقتایی که طالبا آمد در این وقت پیدا شد خیلی تبریکتان باشه انشاءالله سالی کلان شن و دختر دومی شما او در مکتب است صنف 3 صنف 3 خب دیگه بچه‌ها صنف 3 بالاتر از صنف 6 باشه که حداقل درد یک پدر را نمی‌ورم درک میکنه اما مکتبی که بسته شده کار غلط است هیچ توجیه شرعی و توجیه قانونی و توجیه انسانی نداره چرا بسته باشه سر از او دخترای ماستک همو دخترایی است که ما برش 7 سال در خدمتشان بودیم مکتب باید باز باشه او دختری که تعلیم میکنه تعلیم جای معرفت است معرفت خداوند حکم خداوند است که تعلیم فریضه است یعنی کی از حکم خدا کده حکم بالا صادر میکنه سر از او خفه استیم جگرخون استیم او را که نگویم ما روزگاری را دیدیم که کل کوچه های کابل اطراف شهرها پر از بچه و دختر بود که هر صبح مکتب می رفتن تصویر بسیار زیبا امروز هم اگرچه منمی تصویر زیبای افغانستان است پانتون باز است تحصیلات باز است بچه ها مکتب می ره دختر ها مکتب می ره این به اصطلاح توقف موقت است ما امید دارم و آرزو دارم و خواهش دارم و عذرام دارم از امارت اسلامی که بلی از خدا جلب تعلیم نگیریم این خو حق خدایی است یعنی در مقابل حکم خداوند ساخته شدن است این را باید نکنن بخیر باشین ننگ صاحب من به صفت یک جوان نه به یک صفت خبرنگار یا مجری یا گرداننده شاید خلاف اصول ژورنالیسم هم باشه که ما عذر کنم به تمام کسانی که در رأس حکومت امارت اسلامی هستند که لطفاً در مکتب را بر روی خواهرای ما باز بکنید و اونا تا باشه مکتب برن درس بخونن تعلیم کنن تحصیل کنن و فردا در آینده افغانستان سهم بگیرن و آرزوی تمام جوانای می است یک مطلب ما شنیدم خواندم دیدم از آقای گلبدین حکمتیار هم اونا هم خواستشان همین بوده که مکاتب باز شود ورنه یک راه
به خاطر مهاجرت و به خاطر رفتن به بیرون از افغانستان به اکثریت هموطنان ما ایجاد خواهد شد تا افغانستان ترک بکنن و بیم ما هم می است که گویا نشه فردای روز تعداد زیاد از هموطنان ما بیرون از افغانستان برند و افغانستان به خاطر ترک کنن که اولادشان نتونن اینجا درس بخونن. انشالله این دوام نمیکنه. ما از بزرگای امارت اسلامی به اصطلاح زیاد شنیدیم که این یک کار موقت است. خدا کنه که این موقت باشه. بخیر. و جناب حکمتیار صاحب طبعا در مسائل مختلف نظر داشتن، رهبر گرامی حزب اسلامی. ما بسیاری نظریات شده میبینم با جرات صحبت میکنن. مسائلی که قابل گفتن است باید میگه. گفته شوه. خیر تاوان و قیمت تکلیف شاید داشته باشه. اما بالاخره ما انشالله امیدواری دارم همیشه تحول که است فاندامنتال استیج داره، یعنی امو سال تاسیس مراحل ابتدایی باز تغییر میخوره. شما تابع تجربه های جدید میشین. بله. یعنی هر قدر شما رشد میکنین تجربه تان بالا میره. و یک چیزی را که انشالله امید دارم تا دیروز طالبا من حیث یک تحریک نقش داشتن، امروز در نقش دولت هستن، دولت در نقش استیج در استیت ماموریت ها بلند میره، ماموریت هایی که خداوند متعال سر از او مؤاخذه میکنه، به اصطلاح خلیفه را، امیر را، سید القوم شدیدترین مؤاخذه میکنه اگه او از فرامین خداوند سرپیچی کنه. از او خاطر ما در مقابل 40 میلیون انسانی که اگه با غربت مواجه میشه، غربت بر ذلت زمینه را مساعد میسازه. کاد الفقر ان یکون کفرا، یک حدیث شریف است میگه اذا دخل الفقر قریه یقول الكفر خذنی معک انا اخوک. میگه اگه یک وقتی در یک قریه فقر داخل میشه، کفر میگه که مرام با خود ببر، ما به اصطلاح برادرت هستم. فقر باید گم شود. پیامبرا کلش از فقر نجات دعا کردن که خدایا ما را از فقر نجات بده. اللهم اینی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. از این خاطر است که ماموریت های امارات بلند است. باید در مسائل تعلیم که تعهد میتن که این کار میکنن و انشالله تحول مثبت ما پیش روی داریم. زیاد باید ناامید نباشیم. پیام های مثبت زیاد است. افغانستان ظرفیت بسیار بلند پتانسیل های رشد دارد، اما باید به کار بفتن. بخیر بخیر. دوستا عالم یک وقفه که بسیار کوتاه میگیریم، پس از وقفه در ادامه ما را همراهی کنید. بله دوستان، ما در رستورانت ترکش فامیلی مجید مال شهر نو کابل هستیم و اگر شما هم دوست دارین در کنار فامیلتان لحظات خوش را داشته باشین، اینه بخیر. دو روز دیگه تا عید قربان مانده، یک بار از امیل اعضا عید قربان و تمام شما مبارک میگم. بیاین در رستوران و در کنار فامیلتان در مکانهایی که همه اونجا حضور دارن در کنار هم دیگه خوش بگذرانین. میدانم روزای سخت است اما خوشی شما آرزویم است. جناب ننگ صاحب چند سال بسیار کوتاه اگر پاسخ بگین، مقاماتی که دوباره میان به افغانستان فقط به خاطر از اینکه پولهای خود را از بانک بگیرند و دوباره برند، پولهای انگفت البته میگن که شما در بانکهای مختلف در شهر کابل دارید. کسایی که پول از افغانستان میکشه کار غلط است، اما باید دلیلش پیدا شود که چرا اینو میکنه. و کسایی که به می خاطر میان به افغانستان به نظر ما کار درست نمیکنه. ما خودم دورده نیستم، ما برای ماندن در اینجا آمدیم. خواه بسیار خوب، انشاءالله بمانید. چند قطع عکس دارم جناب ننگ صاحب برتان نشان میتونم و برداشت شما را از این عکس ها و هر موضوعی که دارید. تو اولین عکس از بیرق سه رنگ. بله، بیرق ملی افغانستان دوستش داریم، برش احترام دارم، البته عزیز است در قلب ما. در قلب دک دک از افغان است. بودای بامیان. آدرس گنجینه های افغانستان و قدامت افغانستان و بزرگی افغانستان ای تمثیل میکنه که ما ملت بسیار سابقه دار هستیم.
و تمدن بسیار کهن و به اصطلاح درازا داریم. بسیار خوب. مولا عبدالغنی برادر، مولای صاحب بسیار مشقات متحمل شده، تکلیف ها را زیاد دیده، آدم خوب است، متواضع است، شکسته است و پرتلاش هم است. از پیشش آرزو داریم که همی بزرگی خود حفظ کنه، در نقش دولت مشکلاتی که از او را برداره، بخصوص مشکلات تنیم دختره را رفع کنه. بخیر باشه، آدم خوب است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان. رئیس جمهور در نقش خوب و بد در دوش بوده، در کاراکترهای که خوشایند نبوده، اما آدم وطن دوست بوده و به دولت بسیار زیاد میفهمید، ولی مدیریت هایی که در اواخر داشت برای جمهوریت حتی به توان جمهوریت تمام شد. اما ما برش فراری نمیگم، از افغانستان رفته، من حیث یک ریش سفید افغانستان برش احترام داریم. ننگ صاحب، 40 میلیون نفوس تنها رها کرد و گریخت، هنوز هم شما برش فراری نمیگین؟ ما تعبیر ما تعبیر تعبیر شما چیست؟ ما سیاست مدار هستم. نه، دکان قنادی. ما قند می خریم، قند می فروشیم، شکر می خریم، شکر می فروشیم، گپ بد ما نمی زنیم. یعنی 40 میلیون نفوس نایده می گیرید اما رئیس جمهور پیشین فراری نمی گیرید؟ 40 میلیون نه، یعنی برحالی، چون یک بحث طویل است. ما دو چیز مثبتش را گفتم، دو چیز منفی را یاد کردم. بخیر باشید. و آخرین عکس از یار و رفیق شما، جناب دکتر صاحب فاروق وردک. دکتر صاحب فاروق وردک شخصی از لحاظ شخصیت آدم نهایت انسان خوب است، با شخصیت آدم است و به نهایت در افغانستان، در سازندگی افغانستان، در دوره های مختلف افغانستان نقش بسیار سازنده ایفا کرده. بخیر باشید. تشکر از اینکه پاسخ دادید. فقط من چند سوال کوتاه دارم، بسیار کوتاه پاسخ بدید. گاهی اتفاق افتیده در دوران ماموریتتان بدون محافظ به دفتر کاریتان رفته باشید؟ بله، زیاد پیاده گشتی زیاد کردیم، در شهر کابل زیاد گشتیم، همیشه از سر جلو خودم بودیم و بسیار لذت بردیم از جایی که از سر سرک شور نخود خوردیم، با موچی ششتیم، با هر کس از هموطن ما و مجلسش لذت بردیم. چقدر خوب. از کدام برند موبایل استفاده میکنید؟ سامسونگ هم دارم، آیفون هم دارم. چقدر این برش تبلیغات تجارتی نشه. نه نه نه، بسیار خوب است. برندهای بین المللی و جهانی است. تصمیم قربانی کردن ندارید؟ بله ان شاء الله. حالا هم با محافظ رفت آمد میکنید؟ نه نه، خودم مال خود بیچاره هستیم، تنها نگردیم. بیچاره. محافظ ما را بیچاره نکنید. در چوک مگملت بخوره. یک سوال بسیار کوتاه پاسخ بدید، چرا از مقامات پیشین اونقدر مردم خوش نمیآیه؟ والا یک مقدار حق به جانب هستند مردم. حق به جانب. مام یک مقدار خوشم نمیآیه بعضی. امروز آب هوای کابل چطور است؟ چند روز که آمدید؟ گرم است، والا برق هم نیست، تکلیف میته، اما خوب است که کل سر کل گیام است. یعنی چیزی از سینما نگفتید که در ترکیه گاهی وقت سینما هم رفتین؟ نه نرفتیم، در سابق می رفتم در سینما، هند هم که بودم رفتیم، در سینمای پیش رفتم، در امریکا در سینما رفتیم. حالا خود سینما در جیب هر کس هست دیگه، ضرورتش منتفی است، جام جهان ما در جیب هر کس. بسیار خوب. از آمدن به شام آرزو خوشحال شدید یا ناراحت؟ ما تجربه ایتو چیر میزه ندارم، خب از شخصیت خودتان و از همکارای تخنیکیتان ما بسیار سپاس میکنم. صمیمانه بحث کردین، به یاد ما آورد یک دوست ما را، مرا در دولت، یک دوست ما به نام میرویس رامکی، او آورده در دولت، یعنی کارمند رسمی دولت، ما به همکاری از او شدیم. بسیار دوام کردیم. بسیار عالی دیگه. نام شما و نه پروگرام خوبه، شما خوب بسیار عالی پروگرام پیش میبرین. بخیر باشید. ما از دوستایی که ما را دیده
آرزو میکنم که زیاد برشان خسته کن نباشم. انشالله که نیست، چون چهره تازه هستید، بعد از 10 ماه دوباره کابل آمدید. با مرور زمان اگر دیگه بیایم باز خسته کن خسته کن میشید. امی آخرین برنامه تاکشو یا همچون یک فرمت باشه که آمدید، دیگه برنامه نرید لطفا. بخیر باشه. سپاسگزار از این که آمدین. بخیر باشید. سپاس. تشکر. من یک تشکری ویژه و خاص دارم از رستوران ترکش فامیلی، فضای دیدنی و جالب، یک فضای باز، فضای گلخانه و فضای فامیلی. شما میتونید که اینجا تشریف بیارین هر زمان که دلتان خواست، بیاین لذت ببرین از زندگیتان. زندگی بار بار تکرار نمیشه، زندگی یک بار است، از این یک بار زندگیتان لذت ببرین. تا برنامه دیگه، شبهای عید یا عید قربان مرا فراموش نکنین. 3 ویژه برنامه متفاوت براتون تقدیم خواهد کردم، حتما بیننده باشین. تا درود دیگر، بدرود.